با درود و احترام خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز طرفداران رسانه پارسه درباره دارجوش خواننده صحبت می کنیم به اینکه قبل از سال 57 ترانه ها و, و شعر که در قبل از سال 57 گروهی از هنرمندان چگونه توانستند کمک کنند تا خمینی پیروز بشه حکومت اسلامی برپا بشه شاید بتوان گفت بسیاری از آدمهایی که در گذشته فعالیت سیاسی میکردند در دانشگاه ها، حتی رخنه کرده بودند در رادیو تلویزیون در تاعت، در سینما کلا فرهنگ و هنر در سلطه افرادی بود که شاید خواسته و ناخواسته کمک کردند در پیروزی آخوندها در سال 57 شاید بتوان گفت عده زیادی بازم خواسته یا ناخواسته گرفتار توهم شدند که کشور ایران عقب افتاده است کشور ایران پیشرفت نمیکنه کشور ایران اونی که باید باشه نیست در حالی که اونها نگاه نکردند به گذشته به قبل از 1300 قبل از ورود رضاشاه و در دست گرفتن حکومت ایران مقایسه نکردند با اون موقع مقایسه کردند با سوئیس مقایسه کردند با فرانسه که اونها انقلاب هایی رو پشت سر گذاشتند و رسیده بودند اونجا اما حکومت ایران با توجه به مذهب که رسوخ کرده بود در بین مردم عادی کم کم داشت به سوی پیشرفت و آبادانی می رفت. سال 57 و عمل کرده حکومت پهلوی نشان می داد که چقدر پیشرفت شده به کشور چقدر از نظر آبادانی و توسعه در چه سطحی است اما متاسفانه حداقل ده سال قبل از سال 57 همه هنرمندان سعی میکردند در کارهاشون با سمبل بر علیه شاه فقید بر علیه کارهایی که داره میشه بر علیه کمک به کسانی که ایرانی نبودند یا مذهب زده بودند دفاع میکردند و ناخواسته در دام افتادند ادی زیادی سعی میکردند با شعرهای سمبولیک با تعاترهای سمبولیک با فیلمهایی که خیلی گنج میخواستند مسئله رو مطرح کنند سعی میکردند بر علیه حکومت پهلوی مبارزه کنند که یک شخصی به نام کلهور که از افرادی است که پدر و مادرش در دوران اون شورش های کشته شده بودند مذهبی بودند و این باعث شده بود کشته شدن اون افراد در یعنی مادرش و پدرش مهدی کلهور اسمش هست حالا خمینی خیلی دوستش داشت و بعد خلخالی ساپورتش میکرد رفیق خلخالی جلاد بزرگ بود در یک مساخبی حرف میزنه از این که خامنه ای و دیگر کسانی که بر علیه شاه مبارزه میکردند تاثیر تأثیر داریوش و ارتباط آهنگ های داریوش شیر که آهنگ درست میکردند و او میخوند تونسته بود که افراد روشن رو به خودش جلب کنه جذب کنه و اونها رو حتی تحریک کنه که به زندان بیفتند و واقعا وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که چگونه شد ادی که با رشد اقتصادی با رشد فرهنگی توانستند مجانی دانشگاه برن مجانی درس بخونن کمک هزینه تحصیلی ماهانه بهشون میدادن که بعد از اینکه رفتن سر و کار قسطی اونها رو بپردازند که یک نمونهش خود من بود که موقع دانشجو بودم ارماس ماه 300 تومان که 300 تومان اون واقع بسیار زیاد بود یک چلو کباب 5 ریال بود و بعد هم که قرار شد پرداخت کنم وقتی که مشغول به کار شدم حساب کردم اون جمع اون پول پول 15 روز حقوق من بود یعنی در اصل مجانی من دانشگاه رفته بودم درس خونده بودم دانشگاهش که مجانی بود کمک هزینه که گرفته بودم خرج تحصیل ما میدادند و همه دانشجویان و همه دانش آموزان به این شکل زندگی کردند، روش کردند و بعد یک دفعه چاقو دسته خودش رو برید بر علیه حکومت به خیابان ها آمدند و این بساتی که الان آخونده ها درست کردند اون افراد هم کمک در اون شورش یا به قول معروف انقلاب 57 داشتند صحبت هایی که مهدی کلهور چند روز پیش در تلویزیون جمهوری اسلامی آمده یک قصه ای رو از خامنه ای و دارجوش میگه که واقعا میبینیم که تأثیری که گذاشتند بر اون دوران در شورشی که انجام شد آدم هایی که کشته شدند زندان رفتند چه کسانی مقصر بودند که یکیش داریوش است و دیگران هم بودند که حالا عده زیادشون بعد از سال 57 فهمیدند که گول خوردند فهمیدند که درست نیندیشیدند و اظهار ندامت و پشیمانی کردند این صحبت های کلغور رو مهدی کلغور که مدتی هم در فرهنگ هنر یا هم وزارت ارشاد که بعد از انقلاب شد وزارت ارشاد اسلامی یعنی جایی که ارشاد میکنن اسلام یاد میدن فرهنگ هنر کجا ارشاد اسلامی کجا و حالا نتیجه هم که میدونیم پاستارا، حمایت کنندگان خمینی و خامنه کارگردان شدند بازیگر شدند بی و عده بیخط و بیربط مدافع هنر اسلامی هستند که مهدی کالهور که مدتی در وزارت ارشاد بوده معتمد خمینی بوده و خامنه الان در ارتباطه و به هر حال بزرگان اسلامی رژیم هست دیدید که چگونه گفت حتی خامنه ای گفته شعر داریوش تأثیرش بیشتر از منبری که من میرم داره پس بفهمیم که چقدر ما اشتباه کردیم در تأثیری که گذاشتیم بر جامعه اون روز جوانان اون روز و باعث شدیم که این فجایع، این نابسامانی هایی که جوانان امروزی گرفتارش هستند و حالا داد میزنند رضا شاه روحت شاد درود بر خاندان قهلوی و طرفداران اون حکومت سازنده ای ایران بیشتر میشه روز به روز بیشتر میشه امیدواریم داریوش بیاید و از ملت ایران عذرخواهی کند و کسانی که دستن در کار فرهنگ و هنر اون دوره بودند خواسته یا ناخواسته که خیلی هم ناخواسته بود جست بود هر کسی که میخواست بگه من روشن فکرم فکر میکرد اگر بگوید من طرفدار فلان حزب هستم طرفدار فلان گروه هستم فلان دستو و قبیله هستم میشه روشن فکر در حالی که اشتباه فکر میکردند اشتباه فکر میکردیم و حالا هم نتیجهش رو جوانان امروز دارن ضربهش رو میخورند شما هم نظر و پیشنهادی اگر در این باره دارید لطفاً بنویسید در دل, دل خودتونو در این باره درباره هنر قبل از سال 57 و تأثیری که گذاشت بر حکومتی که مردمی نبود، آخوندی بود، مذهبی بود و ریشه ای ایران رو تا به اینجا سوزانده. بدرود.